همه دوستان میگم سیدعلی این روزا بدجوری افتاده تو فاز خفقونا، رفته نشسته تو پستو، حالا پک نزن که پک بزن. از اون طرف بسیجی های ریزشی هم به هم وا کردن که آخه بابا حرفی بزن، چیزی بگو. عثمان جون جون امام حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این بلا چی چیه؟ تو خمامی کای مردل، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. ای بابا کی میگه نمیدونه؟ میدونه، خوبم میدونه. از یه طرف زبون به کام گرفته و ولومو بسته، از طرف دیگه اوباش عمامدارشو فرستاده پشت این تریبون و اون تریبون تا عربده ضد استکباری بکشن و الکی گرد و خاک کنن. اخیراً معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده آمریکا در مذاکرات 5 به علاوه 1 به ایرانیان توهین کرده، گفته ایرانیان ژن فریبکاری دارن. عجیبه که برخی در داخل فاقد فهم و درک درست سیاسی نسبت به ماهیت دولت آمریکا هستند، اما رهبر کبیر انقلاب حضرت امام امت قدس سره به خوبی خوی و ژن آمریکایی‌ها را شناختند و همین شناخت هم رهبر معظم انقلاب امام المسلمین حضرت آیت الله العظمى خامنه ای حفظه الله دارند و این را به مردم و ملت عزیزمونم انتقال دادن که آمریکایی ها هیچگاه مورد اعتماد نبوده و نیستن. اولا تو آخوند بدتر از اجنبی رو چه به ژن ایرانی ها؟ عالم و آدم میدونن که ژن ایرانی ها همیشه ضد شاه و شیخ بوده. درد تو آخوند کل بولنگی یه چیزی بیشتر نیست، کونم دینه ناقص ولی فقیه. داد و حوالت هم از ترس پچیدن ژنومن ولایته. حالا یه بنگ دیگه بزن ببینم. و اظهارات این مسئول بی تربیت و نجات پرست آمریکایی بر بی اعتمادی ملت ایران نسبت به دولت آمریکا افزوده است و دولتمندان و دولتمردان آمریکا بدونند آنچه که در ژن ایرانیان وجود دارد، ایرانیان با ایمان و ولایت مدار ژن مقاومت در برابر قلدری و زورگویی و ژن استکبار ستیزی است. دینه یه ضد استکباری ولی فقیه که اصلا حرفی توش نیست، به خصوص موقع ننمش قهرمانانه و هرد کشیدن جامزه. تازه این که چیزی نیست، باقی ویژگی های ژن ولایت مدار رو بیا از من موشکاف بپرس. یکیش ژن تروریستیه، کونم از نوع اوریژینال با سس آخوند پناهی. تا جهان رو از شر ظالمان پاک نکنیم آرام نمی نشینیم و مطمئن باشید حتما این کار رو خواهیم کرد، قطعا این کار رو خواهیم کرد. برای صلح در عالم کسی جنایت نکنه و الا جنایت بکنه ما جنایتکاران رو نابود خواهیم کرد. برو برو خالی نبند، برو من تو رو میشناسم. برو 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 خالی نبن، برو ما تو رو میشناسیم، تو این کاره نیستی، از اهل حرفا نیستی. برو خالی نبن، برو خالی نبن، خالی نبن، برو خالی نبن. خب حالا بریم سر ویژگی بعدی. یکی دیگه از ویژگی های دی ان ای سیدعلی قمپز در کردنه. از یه طرف اینجوری شاخشونه میکشه، از طرف دیگه مثل موش دنبال پنیر مذاکره است. داد و حوارشم یه دلیل بیشتر نداره، روزنامه جوجه بسیجی ها دلیلشو گفته.
در بینابین خوشبینی مفرد و بدبینی مطلق، هیچگاه راهبرد اصلی تجدید نظر طلبان که همان دکترین استحاله و فروپاشی از درون است، مورد غفلت و فراموشی قرار نگرفته است. بله، مایتا به یه تحریما و گوشتکوب اوضاع و احوال اجتماعی سیدلی رو برده تا مرز ترکیدن و فروپاشی. آزی، آهای، آزی، خودت بگو، تیخت چیه؟ سقوط هست، سقوط هست، سقوط هست. Oh.